خب بریم CSS رو هم تو همینجا یاد بدم چی هستش. ببینید الان این دمویی که شما دارید میبینیدش تو این صفحه، من الان میارم میگرم میگم دمو document.getElementById دمو، درسته؟ این دمو رو شما دارید اینجا میبینید. خب میخوام الان شروع کنم چند تا پروژه انجام دادن که تو پروژه قرار هستش انجام بدید برای من بفرستید، اینا هستش. میام میگم سیکشن آیدی دمو، خب من الان اولا این رو گرفتم از طریق دمو و میام برمیگردم میگم دمو دات یهتج دمو گیر داده دات استایل. ببینید استایل چیه؟ نه پراپرتیه، سه تا نقطه داره. استایل دات به تمام سی اس اس هایی که توی سی اس اس تون هستش اونجا الان دسترسی داره. برمیگردم میگم ویت ست باشه 500 مساوی میذارید، چون پراپرتی شما در واقع میتونید دیتا توش بذارید. نگاه کن ویت ست رو دات ویت، ویت هم یه دونه چیه پراپرتی داره، میگه توش چی میتونی بذاری، استرینگ. نگاه کن نیاز به حفظ کردن نداره. برمیگردی میگه توش 500 پیکسل میذارم، سمیکالن. دمو استایل دات هیت مقدار 500 دیگه. خب من فرض میکنم شما دیدید الان چیه. دمو دات استایل دات background color استرینگ من میذارم crimson و یه دارم demo.style.transition مقدار 500 میلی ثانیه. الان چه اتفاقی میفته به نظرت آرش؟ نه بعد لطف کنی بنویسی. الان میذارم ایشون چی شدن؟ ظاهر شدن. خب رو چه اتفاقی افتادی؟ من روش کلیک کردم، یه ایونتی رو گوش داد رو کلیک و اومد بروزر در واقع مقدار رو برگردون. حالا اینجا شما فرض کن مقدار ماوس اینتر، ماوس لیو، ماوس دان، ماوس آوت، ماوس موو، ماوس اوور، ماوس آپ همه رو میری امتحان میکنی. من دو تاشو میگم همشون هم مثل هم دیگه. ماوس اینتر و ماوس لیو رو من الان بهتون میگم، همه رو میری خونه امتحان میکنه خودت، بعدا به نتیجه میرسی ماوس اینتر رو میای استفاده میکنی. و ماوس اینتر چیکار میکنه؟ داخلش که میشه. و اون یکی چیکار میکنه ماوس لیو؟ احسن به شما بچه های واقعا. خب نگاه کن من خارج که شدم چی شد؟ ظاهر شد. خب پس بقیه رو هم میری لطف میکنی تو خونه خودت امتحان میکنی. یه دونه دیگه هم حالا نه دیگه دابل کلیک من نمیدونم کسی استفاده میکنه. این دابل کلیک چیه؟ کلیک که میکنه جواب نمیده، کلیک که میکنه جواب نمیده، دو بار که میزنی چی میشه؟ جواب میده. این انسان هایی که ما چند تا مشکل روی روانی ما هم دارن این رو میاد طراحی میکنه. شد یعنی چی؟ یه بار میزنی میاد که آها آره برای آدم ها که اعصاب نره میتونه مثلا رو برش مثلا آدم ها که اعصاب نره دوبار کلیک کن. آره آره ببین خانم محمدی اصلا انسانی ازش بسیار انسان روشن فکر و ایشون ترجیح میدن که با یک کلیک همه چی هندل بشه. شما انسان بسیار به روز و روشن فکری هست. خب این هم اصلا کلیک بود. اومدیم و CSS رو اینجا اعمال کردیم. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام رنگ خود باتم رو بیام تغییر بدم. چجوری بیام تغییرش بدم؟ بنویسم باتن لابود دات استایل دات بکگراند کریمسون، درسته آرش؟ yes میزنم و انجام شد، درسته؟ کار درست کردم یا نه؟ چرا؟ کلاسی؟ چرا کلاس؟ نه کار درست کردم. آتلاین چرا؟ نه این که دارم همینجور خودم می‌نویسم، این که اصلا چیز خاصی نیست. ایته چرا کارم کار جالبی نیست؟ الان زدم داره کار میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. آیا میتونستم بنویسم دیس؟ چرا میتونم بنویسم دیس؟
اجرا میشه. چرا میتونم انستم دیس؟ این اولا توی فانکشن هست یا نه؟ آه ابجکت رو تو ذهنتون بیاری. خب مگه نگم دیس اشاره میکنه به آونر؟ آونرش کیه؟ باطنه دیگه. از کجا میدونم آونرش باطنه؟ نگید که نمیدونید. همه چرا آونرش باطنه؟ آره دیگه، من اینجا در واقع دارم فانکشنی که داره نوشته میشه، کدی که نوشته میشه برای کیه؟ باطن. آنرش میشه کی؟ میشه باطن دیگه. حفظ کردن رو برای چی من بنویسم باطن فلان؟ خب دیس بنویس. دیس فقط تو آبجکت استفاده نمیشه، تو اینجا هم میتونه استفاده کنه خیلی راحت. پس دیس اشاره میکنه به آنرش. حالا آنر میخواد اد ایونت لیسنر باشه، حالا میخواد آبجکت باشه. خب در مورد هم سوال نیست. خب خیلی چیزای خوب میشه نوشت. حالا من میذارم جلسه بعد در مورد ادون در واقع ادوانسارش رو ببینم اینو. خب این که چیز خاصی نیست. CSS رو هم که گفتیم، الان موتلی و اینا رو هم که گفتیم. این هم CSS بود داریم میگیم. خب آها خب یه مدل یادتون بدم، همین استفاده کنید. میگه اینم حالا بذارم تو فیلم بیفته در جریان باشه. اینو من چیز میکنم، در واقع کنترل ایکس میزنم. بعضی وقتا برمیگرده میگه این کار رو نکنید. چه جوری؟ نگاه کنید، اینو قدیم ما استفاده میکنم، واقعا من الان استفاده نمیکنم. مثلا شما بیان برمیگرده میگید آن کلیک. اینجا مگه یادتونه پراپرتی داشتن اینا؟ آن کلیک و چه میدونم آن ماوس و اینا. ببین همه این موضوع هست که میرید امتحان میکنید، کلیک و دابل کلیک و این مواردی که وجود داره. میگه شما بیا اینجا بنویس آن کلیک، مثلا بنویس چنج چنج دمو. خب میگه اینجا بیا دارم تعریف بکنم. من اینجا یه دونه چی تعریف کردم اون طرف؟ چنج دمو، درسته؟ من این فانکشن تعریف کردم. خب برمیگردم میگم دیس، به جای دیس برمیگردم میگم که دمو. دمو همونه دیگه، متغیر بالا است که اشاره میکنه به کی؟ به این. به این. خب الان اومدم اینجا یه فانکشن تعریف کردم به نام چنج دمو و چیکار میکنه؟ اگر شما روی اون کلیک بکنی میاد به این متغیر دموه که اشاره میکنه به سکشنی که آیدی دمو هستش اعمال میشه. میاد اینجا نگاه کن، الان من بزنم اومد این رو برام چیکار کرد؟ ساختش. خب دو مدل، هر کدوم رو دوست داری؟ من با این زیاد راحت نیستم. حالا خیلی اصلا یه وقت میان از این استفاده میکنن، من با این زیاد راحت نیستم. حالا هر کدوم که خودتون دوست داری. خب در مورد اینم سوال؟